میهن پرست اثری از, از صادق هدایت سید نصر الله ولی پس از هفتاد و چهار سال زندگی یک نواخت و پیمودن روزی چهار مرتبه کوچه حمام وزیر از خانه به اداره و از اداره به خانه اولین بار بود که مسافرت به خارجه آن هم هندوستان برایش پیش آمده بود تا کنون او در داخلی مملکت هم به مسافرت بزرگ نرفته بود و مسقط و رأس آبا و اجدادی خود کاشان را هم ندیده بود. در تمام مدت عمر یگان مسافرت او سه روز به دمابند بود. اما در طی راه بی اندازه به او سخت و ناراحت گذشت به طوری که باعث نگرانی خاطرش شده بود. به علاوه پس از مراجعت منزل او را دوست زده بود. از این سبب ترس مبهمی از مسافرت در دل او تولید شده بود. از آنجایی که تمام دوره زندگی سید نصر الله صرف تحصیل علوم و فنون و عوالم معنوی شده بود، فقط دو سالی از عمر زناشویی او می گذشت. و در این مدت قلیل سالی یک چکیده فضل و معرفت به عده ابناع بشر افزوده بود زیرا در ادبیات فارسی و عربی و فرانسه در تحقیق و تبهر و فلسفه غرب و شرق در عرفان علوم قدیمه و جدیده سید نصرالله بی آنکه اثری از خود گذاشته باشد انگشت نمای خلایق شده بود او مانند سایر فضلا و ادبا نبود که در نتیجه نوشتن مقالات عریض و طویل در دفاع خود یا از اهمیت مقام سیاسی یا مهاجرت یا حاشیه رفتن به فلان کتاب پوسیده یا قافیه دزدی و به هم انداختن اشعار بند تنبانی و یا بالاخره با تملق و بادم جان دور قابچینی شهرت به دست آورده باشد. سید نصرالله کسر مقامش بود که کتابی برشته تحریر در بیاورد زیرا لغات عربی را به طوری با مخرج صحیح و اصیل استعمال می کرد که شک و تردیدی از فضل و معلومات خود در فکر مستمعین باقی نمی گذاشت. هرچند او کلمات و جملات را خیلی آهسته و شمرده ادا میکرد، کرد ولی از لحاظ منطق و بدی و قوانین صرف و نحو هیچ یک از علمای فقه و لغه کره ارز نمی توانستند کوچکترین ایرادی به او وارد بیاورند چون سید نصرالله این جمله را سرمشق خیش قرار داده بود که اگر سخن است سکوت گوهر است و در صورت اجبار یا برای استفاده دیگران حرف را باید هفت مرتبه در دهان مزه مزه کرد و بعد به زبان آورد. به همین علت شهره خاص و آم بود که روزی آقای حکیم باشی پور وزیر معارف سید نصر الله را برای مطلب مهم و فوری در اتاق خود احضار کرد. پس از اظهار ملاتفت و ستایش بسیار و وعد و وعید بیشمار با زبان چرب و نرم خود به سید نصرالله پیشنهاد کرد از آنجایی که ترقیات معجزاسای معارفی در کشور باستانی باعث حیرت عالمیان شده لذا حیف است سرزمینی مانند هندوستان که مهد نژاد آریایی و میلیون ها نفوس مسلمان و فارسی زبان دارد از تغییرات مشعشع معارفی ما و مخصوصاً از لغات جدید الاختراع اطلاع کافی حاصل نکند و برای اینکه دلیل مبرهن و برهان قاطعی از اقدامات مجدانه خود به دست داده باشد یک کتابچه از لغات ساخت فرهنگستان که به صحه ملوکانه و به تصویب نخبه علما و فضلای اصر رسیده بود به انضمام یک دسته از عکسهای خود که از نیمرخ و روبرو ایستاده و نشسته برداشته شده بود و باد زیر به خود انداخته بود به ایشان سپرد و دستور اکید داد که این عکس ها را در هندوستان به تمام مخبرین روزنامه ها بدهد تا گراور کرده زیب صفحات جراید خود بسازند. آقای سید نصر الله از الطاف مخصوص حکیم باشی پور خیلی متاثر شد. ولی از طرفی به واسطه علاقه مفرد به زندگی و مفارقت از ایال و اطفال و از طرف دیگر به واسطه بعد مسافت و عبور از دریا ابتدا کله سرخ و بیمو و براغ خود را تکان داد لبخند فیلسوف معابانه زد و پیشنهاد حکیم باشی پور را که به علت کپرسن و کسالت هایی که به خود میبست رد نمود در ضمن گوش زد کرد که خوب است این مأموریت مهم را به یکی از ادبا و مبلغین دیگر رجوع کنند اما آقای حکیم باشی پور اصرار و ابرام نمودند که مخصوصا مقام شامخ ادبی و سن و سال و شهرتی که دارند سید نصر الله را برای این کار از دیگران ممتاز می سازد. زیرا معمولیت مزبور از جمله اسرار اداری و فقط شایسته شخصی مانند ایشان است و بالاخره سید نصر الله خواهی نخواهی پیشنهاد مقامات عالی را با کمال افتخار پذیرفت. سید نصرالله در موقع خروج از اتاق حکیم با شیپور همین که زحمات و مشقاتی را که در سفر کوتاه خود به دماوند متحمل شده بود به خاطر آورد و بعد مسافت هندوستان را پیش خود مجسم کرد استراب و ترس مجهولی به او دست داد به طوری که سرش گیج رفت و زمین زیر پایش لرزید به محض اینکه سر میز اداری خود رسید زنگ زد و آب خوردن خواست همین که استرابش کمی فروکش کرد سر به جیب تفکر فرو برد از طرفی مفارقت از زن و فرزند و تغییراتی که سفر در زندگی آرام او تولید می کرد و ممکن بود چندین کیلو از 89 کیلو وزن خالص او بکاهد و از طرف دیگر منافع مادی، افتخارات، دعوت ها و سیاحت هایی که به خرج دولت خواهد کرد در کفه ترازوی معنوی خود سنجید با وجود این دلش آرام نگرفت زیرا او قبل از همه چیز به تقویت مزاجی و زندگی بی دغدغه خود علاقه داشت و شرط عقل نبود که برای استفاده های نسیه وضع فعلی خود را به مخاطره بیاندازد. در نتیجه یک جور کینه و بغض شدیدی نسبت به حکیم باشی پور در دلش تولید شد ولی تکلیف این مأموریت از طرف شخص وزیر به منزله وظیفه اداری به شمار می رفت. لذا از اقدام به سفر ناگزیر بود و به علاوه از استفاده پولی آن نمی توانست چشم بپوشد. چون سید نصرالله در اندوختن پول خیلی حساس بود و در این مسافرت اضافه بر مخارج سفر فوقلاده بدی آب و هوا و حقوق دو برابر هم اخص می کرد. آن وقت یک وسیله دیگر هم داشت. شاید می توانست مانند برزویه طبیب کتابی از قبیل کلیل و دمنه از هندوستان سوقات بیاورد و اسم خودش را تا ابد جاویدان بکند. با خودش زیر لب زمزمه کرد، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زینغند پارسی که به بنگاله می رود. همه این خیالات در مغزش می چرخیدند و به زودی این خبر منتشر شد و رفقای اداری و دوستان سید نصرالله دست دست می آمدند و به او تبریک می گفتند و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستار می شدند. ولی سید نصر الله صورت حق به جانب به خود می گرفت چشمش را به هم می کشید و سرش را به حالت جبری تکان می داد و می گفت چه بکنم؟ برای خدمت به میهن عزیز بالاخره پس از یک ماه استخاره و مشورت با منجمین به روز و ساعت صد سید نصر الله از زیر آینه و قرآن گذشت و با تشریفات لازم در میان هل هلهله مخبرین جراید که عکسهای متعدد از او برداشتند حرکت کرد ولی قبل از حرکت وسیعت نامه خود را به زنش سپرد از تهران تا اهواز به او خیلی بد و ناراحت گذشت در احواز که فرصتی به دست آورد از معارف آنجا بازدید کرد و شاگردان را امتحان مختصری نمود اما با وجودی که اهالی لحجه عربی داشتند ایرادات سختی به تلفظ عربی آنها گرفت بعد رؤسای ادارات به پیش باز او آمدند و هر کدام در دعوت سید نصرالله به منزل خودشان سبقت گرفتند ولی از آنجایی که او خسته و کسل بود دعوت آنها را اجابت نکرد زیرا همه این تشریفات ساختگی و نوتهای چاپی که بایستی در هر جا مبادله و تکرار بشود و تملقهای چاپی که مجبور بود بشنود بیشتر موجبات ملال خاطر او را فراهم می چون سید نصر الله باطنن مایل بود که تغییری در زندگی آرام و یک نواختش رخ ندهد. در ضمن تصمیم گرفته بود که مقاله بلند بالایی در مدح حکیم باشیپور، پور با لغات اصیل عربی و اشارات علمی و نکات فلسفی و الهی تهیه و تدوین کند اما تا کنون فرصت کافی به دست نیاورده بود به علاوه استراب و تهییج راه مانع از اجرای این مقصود میشد هر دفعه که اتومبیل از جاده ناهموار یا خطرناک عبور می کرد، بند دل سید نصرالله پاره می شد. زیر لب آیت الکرسی می خاند و بعد دستمال تا کرده ای از جیب خود در می آورد و عرق روی پیشانیش را پاک میکرد. در خورم شهر با سلام و سلوات از او استقبال شایانی شد. قبلا بلیت کشتی و همه وسایل حرکت را برایش فراهم کرده بودند. سید نصرالله شب را در منزل رئیس معارف خوابهای شوری دید. صبح به اتفاق صاحبخانه خانه به تماشای رودخانه رفت. بیشتر منظورش مطالعه دریا بود. با تعجب و کنجکاوی درختهای خورما را که دو طرف رودخانه صف کشیده بودند بلم ها و چند کشتی سفید را که از دور لنگر انداخته بودند تماشا کرد. تا کنون او دریا را روی نقشه جغرافیا دیده بود و عکس درخت خرما را در کتاب ها مشاهده کرده بود. حالا همه اینها را به چشم خودش می دید. فورا محاسن جهانگردی و مسافرت را که قدما در کتب خودشان ذکر کرده بودند به یاد آورد. دنیا به نظرش وسیع و شگفتانگیز جلوه کرد. با خودش گفت بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. و یک نوع خودپسندی فلسفی حس کرد. اما همین که به یاد آورد که امشب باید سوار کشتی شود، زربان قلبش تند شد و اظهار خستگی کرد. سید نصرالله تا غروب که موقع حرکت کشتی بود به مهمانی گذرانید ولی هیجان و استراب مخصوصی در دل داشت مثل کسی که برای عمل خطرناکی انقریب به اتاق جراحی خواهد رفت و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خوزار راجع به مسافرت دریا کسب اطلاع مینمود طرف غروب صدای سوت کشتی مانند ناله ناامیدی بلند شد. سید نصرالله دلش توریخت. میزبانان فوراً اساسیه سید نصرالله را از گمرک تحویل گرفته و در بلم گذاشتند و در بلم دیگر او را در میان خودشان نشانده به طرف کشتی روانه شدند. سید نصرالله کیف محتوی کتابچه لغات جدید و عکس حکیم باشی پور را به شکمش چسبانیده بود. بلم تکان میخورد. امواج دریا جلو محتاب مثل نقره میدرخشیدند و درخت های سبز تیره خورما دو طرف ساحل در سکوت صف کشیده بودند. سید نصرالله همه اینها را با تنفر و زن نگاه می کرد. مثل شطوری که برای قربانی انتخاب شده و قبل از کشتن به تزیین و تجمل او می پردازند. سید نصرالله حس می کرد که همه این تشریفات برای گول زدن اوست، بلم تکان میخورد و آب دریا لب پر میزد به نظر سید نصرالله آمد که زندگی او کاملا در مرز خطر قرار گرفته است برای اینکه هیجان درونی خود را بپوشاند سعی کرد به عربی فسیح با راننده بلم صحبت کند ولی مرد بلمی بیانات ایشان را ملتفت نشد و با عربی دست و پا شکسته ای که باعث عذاب روح سید نصر الله بود جواب داد. سید نصر الله به فراست دریافت که یک نفر عرب در تمام دنیا پیدا نخواهد کرد که بتواند با او صحبت کند. کشیها از دور مانند طبق چراغ می درخشیدند. جهازی که آزم بمبعی بود از همه قشنگتر و پرنورتر به نظر می آمد. نسیم شوری از روی دریا میگذشت که بوی ماهی گندیده، خزه و عطرهای فاسد شده را با خود می آورد. بوهای مخلوط، ناجور و سنگین که هنوز طوفان با نفس تمیز گنندش آنها را پراکنده نکرده بود. اول قایق موتوری دکتر به کشتی رفت و بعد از اطراف بلمها و کشتی های بادی که حامل مال و تجاره بودند به طرف کشتی حمله بر شدند. در میان جار و جنجال مسافرین، داد و فریاد های هممال های عرب و صدای موتور کشتی نزدیک بود که سید نصر الله قبض روح شود. بالاخره همین که قدری خلوت شد، مثل زن پا به ماه زیر بغل او را گرفتند و با هزار ترس و لرز از نردبان کشتی بالا رفت. به محض اینکه وارد کشتی شد، لبخند فلسفی رقیقی روی لبهای رنگ پریدش هویدا گردید و پس از آنکه اساسیه و چمدانهایش را در اتاق مخصوص به او جای دادند، همراهانش با تعظیم و تکریم از او خداحافظی کردند. سید نصرالله سرش گیج می رفت. روی تخت خواب باریک اتاق درجه دو نشست و کیف لغات و عکس ها را بغل دستش گذاشت. اگرچه سید نصر الله اعتبار مخارج سفر را برای درجه اول داشت ولی از لحاظ صرف جویی درجه دوم را ترجیح داده بود و اگر من اشنه می کردند درجه سوم گرفته بود. از پنجره اتاق هیاهوی مسافرین و صدای حرکت جر سقیل می آمد. بلند شد و نگاهی به بیرون انداخت. چراغهای ساحل از دور سوسو می زدند. در دالان اتاقهای کشتی دست دست های عرب مشغول آمد و شد بودند. از این منظره تأثیر و پشیمانی شدیدی به سید نصر الله دست داد. چند بار تصمیم گرفت که تا کشتی حرکت نکرده به ساحل برگردد و تمارز کند و یا اصلا استعفا بدهد. ولی حس کرد که خیلی دیر شده. بعد در قلب خود با زن و بچه و زندگی راحتی که آن طرف ساحل گذاشته بود خداحافظی کرد و لب خود را گزید. برگشت به معوا و اتاق جدیدش دقیق شد. اتاق کوچک و سفیدی بود که از آهن و چوب درست کرده بودند. سه تخت خواب فنری که دوتای آنها روی هم قرار گرفته بود به اضافه روشویی، رختاویز و یک اصلی هم داشت. ظاهرا محکم، تمیز و مطمئن بود. حکایت عجیب و غریب و عجایب البهار قصه سندباد بحری و همه افسانه هایی که راجب هندوستان خوانده بود در خاطراتش جان گرفت. همین وقت پیش خدمت سیاه هندی با لباس سفید و تمیز وارد شد و چیزی به زبان انگلیسی گفت که سید نصرالله ملتفت نشد و از سستی معلومات خودش خجل گردید. پی برد که سرحد معلومات او چهار دیوار خانه اش بوده. زبانها، مردمان و زندگی های دیگر هم در دنیا وجود دارد که او سابق بر این هرگز نمی توانست تصورش را بکند و بدون مناسبت تمام بغز و کینه او متوجه پیش خدمت هندو شد. مثل اینکه او باعث شده بود که سید نصر الله دوچار زحمت مسافرت بشود. بالاخره پیش خدمت شمد و پتو آورد و یکی از تخت خوابها را آماده کرد. در این وقت جنجال بیرون فروکش کرده بود. سید نصر الله به حالت خسته و کوفته روی تخت افتاد. اما تخت برای او تنگ و ناراحت بود، دوباره پیش خدمت در زد وارد شد و با علم و اشاره به او فهماند که شام حاضر است خودش جلو افتاد از پلکانی پایین رفته و سید نصر الله را به اتاق رستوران کشتی راهنمایی کرد سر میزی که سید نصر الله نشست دو نفر از مسافران به زبان فارسی حرف می زدند. سید نصر الله هر غذایی را به دقت وارسی می کرد و می چشید که مبادا مخالف حفظ و صحه بوده و یا ادویه هندی داشته باشد چون طبق طب قدیم او به سردی و گرمی غذاها معتقد بود و با خودش مقداری ادویه خنک همراه داشت تا به موقع تعادل مزاج را برقرار کند یکی از ایرانی ها که سر میز بود به زبان انگلیسی دستور میداد. پیشخدمت هندی را چکرا خطاب میکرد. سید نصرالله الله از پیدا کردن همزبان انگلیسی دان اطمینان حاصل کرد و موضوع چکرا را وسیله قرار داده داخل مباحث لغوی شد که زبان هندی بچه زبان فارسی است. به علاوه از زمان لشکرکشی داریوش کبیر، اسکندر، سلطان محمود و نادرشاه سپاهیان ایرانی متدرجن زبان فارسی را به هندوستان بردند من هم برای همین مقصود به هندوستان می روم و چکرا به زعم این ضعیف همان چاکر فارسی است یا همین ترشی هندی که شما چتنی می گویید از لغت چاشنی گرفته شده است چون به طور کلی ریشه همه زبانهای دنیا از فارسی و عربی و ترکی گرفته شده است همانطوری که همه نژادهای بشر از اولاد هام مسام و یافس و یا سلم و تور و ایرج می باشند. مثلا لغت سماور که تصور می کنی روسی است من پیدا کردم. مرکب از سه لغت فارسی، عربی و ترکی است و باید به کسر اول خوانده شود. یعنی در اصل سه ما ور بوده. سه فارسی، ما عربی، ور ترکی. یعنی سه آب بیاور. از این قبیل لغات زیاد است. مسافران ایرانی از اطلاعات تاریخی و لغوی سید نصرالله به حیرت افتادند. سید نصرالله در ضمن سوالات فهمید که شخص انگلیسی دان سابقا در هندوستان بوده و اکنون به مأموریت اداری به بوشهر می رود. بعد از صرف قهوه سید نصرالله به اتاق خود مراجعت کرد. احساس خستگی می نمود جلوی آینه دید که رنگش پریده در حالی که زیر لب آیت الکرسی می‌خواند در تخت خواب افتاد و به خواب رفت هنوز تاریک روشن بود که سید نصرالله حرکت خفیف کشتی را حس کرد و صدای موتور را در عالم خواب و بیداری شنید چشمش را که باز کرد یک خورد مثل اینکه هیچ منتظر نبود در کشتی بیدار شود احساس سردرد می‌کرد بعد از صرف صبحانه دقت کرد و دید ورقه بلند و بالایی به دیوار نصب بود که روی آن به خط سرخ چاپ شده بود BISN Company Limited Emergency Instructions for Passengers زیر عنوان فوق شرح مبسوطی به زبان انگلیسی نوشته شده بود و در سه عکس مردی را نشان میداد که در عکس اول مشغول بستن سینه بند مخصوصی بود و دو تای دیگر طرز پیچیدن آن را روی سینه نشان میداد. عقیده سید نصر الله در این مطلب تایید شد که زبان انگلیسی همان زبان فرانسه است. گیرم که املا و تلفظ آن را خراب کردند. پیش خود گمان کرد که لغت امرجنسی از امرژه فرانسه آمده است و عنوان ورقه را این طور ترجمه کرد. تعلیمات راجع به بیرون آوردن مسافرین از آب در همین وقت ملتفت شد و دید به سقف اتاق دو مخزن چوبی که در یکی از آنها دو عدد سینه بند و در دیگری یک سینه بند بود وجود داشت لرزه بر اندامش افتاد و با خودش نتیجه گرفت که به علم اروپایی هم نمی شود اطمینان کامل داشت زیرا این کشتی با تمام عظمتش ممکن بود غرق شود مدتی دنبال کتاب لغت گشت ولی پیدا نکرد. خواست شرح انگلیسی را بخواند، اما از موضوع چیز زیادی دستگیرش نشد. فقط چند لغت را از قرینه حد زد ولی شکی برایش باقی نماند که این اعلان برای پیش بینی از خطر بعد از غرق شدن است. لباسش را به عجله پوشید و روی کشتی رفت. دید دو نفر هندو هنوز کنار دودکش خوابیده بودند. یک نفر ملاح هندی با لباس زنگاری به تعجیل می دوید. تا چشم کار می کرد آب بود که روی هم موج می زد. فقط از دور یک هاشیه رقیق رنگ پریده از ساحل پیدا بود. اطراف کشتی را دقت کرد. دید به نرده درجه اول کمربندهای سفیدی نسب شده بود که رویش خانده می شد والرو روی صورت قضا همین لغت را دیده بود پس نتیجه گرفته بود که اسم این کشتی والرو است یک زن هندی که ساری پوشیده و حلقه های تلا در گوش و بینی خود کرده بود آمد و از کنار او گذشت هزار جور افکار وحشتناک در مغز سید نصرالله جان گرفت آیا دو سال پیش در روزنامه نخوانده بود که یک کشتی بزرگ در اقیانوس اطلس غرق شد چندی پیش در روزنامه عکس کشتی فرانسوی که در بحر احمر آتش گرفت را ندیده بود اگر از دو میلیارد احتمال یکی راست در میآمد به زحمتش نمیارزید که انسان جانش را به مخاطره بیاندازد آن هم برای چه یاد حکیم باشی پور افتاد که روز به روز گردنش کلوفت می شد و سنگ خودش را دائم به سینه می زد. در صورتی که بی سواد و شارلاتان بود. آیا همه مینوت هایی که از اتاقش برمیگشت پر از غلط و اشتباهات صرفی و نحوی نبود؟ بعد هم شهرت داشت که ابتدا یهودی بوده و بعد در مدرسه آمریکایی برای اخذ تصدیق مسیحی شده بود. ترجمه غلط کارلایل را از داماد جهودش امانت می گرفت و کنفرانس می داد. کتاب ضد اسلامی کشف می کرد و از طرف دیگر کوس تجدد و لامذهبی می زد. در روزنامه ها اسمش را هم ردیف اسم افلاتون و سقرات و بوالی و فردوسی و سعدی و حافظ و غیره چاپ می کرد. حالا زندگیش را برای خاطر چنین موجودی به مخاطره بیاندازد که بعد شکمش را جلو بدهد و بگوید عکس مرا در روزنامه های هندوستان چاپ کردند شخص با مایه و با پایهی مثل سید نصرالله را وسیله جاه طلبی احمقانه خود قرار بدهد و این لغتهای مزهک بیمعنی که نه فارسی و نه عربی است اینها را توفه به هندوستان ببرد شاید در آنجا دو نفر آدم چیز فهم پیدا شوند آن وقت به او چه خواهند گفت چرا این تکه را مخصوصا برای او گرفت در صورتی که نوچه ها و فدائیان دیگر هم دارد که نان به هم قرض بدهند و به عنوان مبهم مطالعه با پول ملت در اروپا میچرند تا هواخواه و هوچی آتیه او بشوند و یا اینکه ماهی دو سه هزار تومان به هر کدام از آنها میرسانید تا کتابی مثلا راجع به جرجیس پیغمبر و تعالیم او در عالم بشریت تدوین کنند و به خرج دولت چاپ بشود. مگر او شش انگشتی بود و نمی توانست راحت در کنج خانه پهلوی زن و فرزندش بنشیند و از این قبیل ترهات تر یا ترجمه مزخرفترین کتاب های فرانسه را به قلم دیگران بیرون بدهد که حالا باید مثل اشخاص ماجراجو و خانه بدوش بی پروا به آب و آتش بزند و گندکاری های یک دسته از هوچی های حکیم باشی پور را به هندوستان برده خودش و مردم را مسخره بکند؟ آیا صادرات معارف آبرومندتری تری پیدا نمی شد؟ سید نصر الله یک مرتبه ملتفت شد که انان عقل را به دست احساسات سپرده. زیرا در طی تجربیات زندگی برخورده بود که و آش در همین هوچی بازی های یک مشت تازه به دوران رسیده و نمایش های لوس پیدا می شود که خاک در چشم عوام می پاشند. مردم را گول زده و کیسه را پرپول می سازند. وانگهی مگر خود او را وادار نکردند که در پرورش افکار برای دوره مشعشع مدداهی بکند؟ او هم پذیرفت برای اینکه هنرنمایی بکند و داد سخنوری بدهد و بالاخره به آنهای دیگر بفهماند که که هر کم از کبود نیست. الحق موضوع بکری انتخاب کرد. مادر میهن را تشبیه به ناخوش رو به قبله کرده بود که رضاخان را به شیوه ژیل بلاس با شیشه اماله و شاخ هجامت بالای سرش آورده بودند و بالاخره او را نجات داد. با وجود کدورت خاطر پوز خندی زد. آنهای دیگر دهنشان میچایید که بتوانند نطقی با چنین الفاظ وزین و عبارات دلنشین بکنند. او همه این علما و فزلا را بزرگ کرده بود و خوب می شناخت. به فرنگ رفته ها و متجددین و قدیمی هایش همه سر و تحیه کرباس بودند. فقط اناوین آنها فرق می کرد. پیشتر می رفتند نجف و حجت الاسلام می شدند. حالا می رفتند فرنگ و با عنوان دکتری بر می گشتند و کارشان عوام فریبی و همه حواسشان به شکم و زیر شکمشان بود. همه به فکر خانه سه طبقه و اتومبیل و مأموریت به خارجه بودند. اگر چه سید نصرالله به خارجه نرفته بود، اما با خیلی از اطباء و دانشمندان اروپایی که به ایران آمده بودند مشهور بود. مثلا یک طبیب ایرانی آرزویش این بود که مدیر کل و وکیل و وزیر شود در صورتی که مرحوم دکتر تولوزان تمام وقتش را به مطالعه می گذارانید. خود او چرا نسبت به دیگران عقب مانده بود؟ برای اینکه اهل علم و مطالعه بود؟ یادش افتاد که پای میز خطابه با چه ولعی لغات را از دهانش میقاپیدند و بعد چه تبریکات گرمی به او میگفتند او طرف توجهات مخصوص ملوکانه شده بود اما دفعه بعد مجبورش کردند دوباره نطخ کند شان خالی کرد شاید حالا هم به جرم همین سرپیچی او را به این مأموریت خطرناک فرستاده بودند سرش را تکان داد و زیر لب گفت هر کرا را خواهد جور هندوستان کشد سید نصر الله بعد از صرف نهار از اتاق رستوران که بیرون آمد در راه رو به مرد ایرانی که انگلیسی میدانست برخورد ابتدا اظهار آشنایی کرد و از گرمای هوا شکایت نمود بعد بدون سابقه از او پرسید شما تنها هستید؟ او گفت بله سید نصرالله الله گفت اگر گز اصفهان میل میفرمایید ممکن است به اتاق بنده تشریف بیاورید؟ او را به اتاق خود راهنمایی کرد. جعبه گزی را به زحمت از چمدان درآورد. جلوی او گذاشت و خیلی سریع شروع به صحبت کرد. هرگاه انسان همه عمر عزیزش را صرف تحصیل زبان و علوم و فنون کند، باز هم کم است. افسوس که عمر کوتاه ما کفاف نمی دهد که با فراغت خاطر تمام وقت خودمان را به مطالعه بپردازیم. کمترین تغییری در زندگی کافی است برای اینکه به مجهولات تازه‌ای بر بخوریم. هر آینه کوچکترین چیزی را با دیده عبرت نگریسته و مورد تحقیق قرار دهیم، همین مطلب تأیید خواهد شد. اگر یک برگ خشک را زیر ذره میکروسکوپ بگذاریم، خواهیم دید که دنیای جدیدی با قوانین و اصول خود به ما مکشوف می گردد. یک ذره خاشاک روی زمین ممکن است موضوع سالها بحث فلسفی و تفکر و تعمق واقع بشود. چنان که عرفا گفتند دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی. علم نظری امروزه به ما ثابت می کند همان چیزی را که قدما ذره می گفتند. و تصور مینمودند که غیر قابل تجزیه است تشکیل یک منظومه را می دهد. حال اگر نظری به سوی آسمان بیافکنیم گردش افلاک و قوانین تغییر ناپذیر آنها فقط ما را دچار بحت و حیرت می کند. به طوری که در پایان امر مجبوریم منصفانه اقرار کنیم تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اطراف ما مملو و از اسرار و مشغولات است. من با هرمس میجیست هم عقیده هستم که میگوید آنچه در دنیای سفلا یافت می شود در دنیای علوا هم وجود دارد. باری مقصود از اتنام کلام این بود که این همه اقوام و توایف و السنه که در فراخنای جهان وجود دارد، بدیهی است که عمر ما وفا نمی کند تا در چگونگی و ماهیت روحیه این توایف قور نموده و به رموز زبان آنها پی ببریم چیزی که باعث تأسف من است در ایام شباب از فرا گرفتن لسان انگلیزی قفلت ورزیدم و حالا می بینم که به دشواری میتوانم لغات و جملات را از هم تفکیک بکنم چون اساسا ریشه زبان آنگلوساکسون با زبانهای لاتینی فرق دارد و چنان که باید و شاید به معنی لغات و جملات انگلیزی مسلط نیستم. مثلا اختاریهی که به دیوار است و دستورالعمل ضروری را نشان داد. عنوان آن را به فراست دریافتم گویا مقصود دستورالعمل نجات مسافرین از غرق شدن است شخص تازه وارد در حالی که گز توی دهانش مانده بود بیانات سقیل فیلسوفانه را با تعجب گوش داد و بدون آنکه مقصود سید نصر الله را بفهمد مطلبش را تصدیق کرد البته البته همینطور است که میفرمایید پس آیا حقیقتا خطر غرق شدن کشتی را تهدید کند؟ هرگز چه فرمایشی است فقط محض احتیاط است معالندیشی اروپایی را میرساند ولی اتفاق همیشه ممکن است بله مقصود این است که اتفاق ممتنع نیست بلکه ممکن بگو است البته البته اما وسیله اعتراض از اتفاق غیر مترقبه را پیش بینی کردند البته ممکن است از جناب خواهش کنم قبول زحمت فرموده این اختاریه را البته به اختصار برایم ترجمه بفرمایید بله با کمال افتخار شخص انگلیسیدان برخاست اعلام را خوانده و برای سید نصرالله ترجمه کرد و مخصوصا در اعلام تذکر داده شده بود که لازم است مسافرین برای آشنایی به استعمال ژاکت قبلا آن را امتحان بکنند سید نصرالله به دقت گوش داد عرق روی پیشانیش را پاک کرد و پرسید در صورتی که کشتی آتش بگیرد یا به علت دیگری غرق شود البته ممکن است و محال نیست مثلا سال قبل بود که یک کشتی فرانسوی در بحر احمر تومه حریق شد. به خاطر دارم که در یک روزنامه لاتینی خواندم که یک کشتی بزرگ هم در اقیانوس اطلس غرق شد و مسافرینش تا آن دم که قالب توهی کردند به ایش مشغول بودند. روزنامه لاتینی؟ بله من زبان فرانسوی را زبان لاتینی می گویم. ببخشید اگر سوالات بنده کسل کننده است. فقط از لحاظ کنجکاوی فطری است که خداوند متعال در من به ودیعه گذاشته زیرا من همیشه خودم را محصل میدانم و میخواهم در هر موقع استفاده کرده به معلومات خود بیافزایم مقصود این بود که هرگاه در موقع غرق شدن کشتی شخصی از فن شنابی بهره باشد چه خواهد شد همانطور که ملاحظه فرمودید قایق بزرگی دو طرف کشتی هست که آنها را فوراً به آب خواهند انداخت ابتدا بچه ها، بعد زن ها و بعد مردها را در آنها می تا موقعی که کشتی امدادی برسد ولی ماهی های خطرناک وجود دارد و ممکن است قبل از نجات صدمه برسانند البته همه قسم اتفاق ممکن است ممکن الوقوع است مثلا اگر خدای ناخواسته دستگاه تلگراف بیسیم آتش بگیرد و کشتی دور از ساحل باشد بر فرض هم که مسافرین را در قایق نجات جمعآوری بکنند ممکن است از تأخیر رسیدن کشتی امدادی و نداشتن آزوقه تلف بشوند در زندگی همه جور پیش آمد ممکن است سید نصر الله به حالت متفکر سرش را تکان داد و زیر لب گفت در زندگی هر نوع اتفاقی ممکن البغو است و بعد پرسید، فرمودید قایقهای بزرگی دو طرف کشتی وجود دارد؟ بله، مگر ملاحظه نفرمودید، بفرمایید نشانتان بدهم. خیلی متشکرم، بفرمایید بدانم آیا این کشتی در بنادر دیگر هم ایست می کند؟ چون خط سریع است، فقط در بوشهر و کراچی و بمبعی لنگر می اندازد. امشب یکی دو ساعت در بوشهر نگه خواهد داشت. سید نصرالله متفکرانه گفت خیلی متشکرم اسباب زحمت جنابالی را فراهم آوردم و بعد خاموش شد سکوت مرگ اتاق را فرا گرفت مرد انگلیسیدان خداحافظی کرد و رفت سید نصرالله دستمالی در آورد و روی پیشانی سوزانش کشید بعد بلند شد با احتیاط به طرف عرشه کشتی رفت دقت کرد و دید دو قایق بزرگ سیاه که تا حال ملتفت نشده بود دو طرف کشتی آویزان بود و رویش نوشته بود آکسفورد. اسم کشتی را دوباره روی کمربند های نجات خواند. چند بار تکرار کرد والرو، والرو. مثل اینکه به این اسم آشنا بود. پیش خودش تصور کرد شاید یکی از رب و نوعهای یونانی یا آشوری باشد. بعد به امواج دریا خیره شد که می متشنج می شد و فریاد زنان به کشتی حمله می کرد. بعد روی هم می پیچید و دور می شد. رنگ سبز چرک به دریا مبدل به رنگ سیاه شده بود. به نظرش امواج دریا مایه جاندار یا جسم لغزنده حساسی جلوه کرد که از شدت درد و خشم با لرزشی عصبانی به خود میپیچد مانند جسم شکنجه شده ای که بیهوده درد می کشید و حاضر بود صدها از این کشتی ها و مسافرانش را بدون ملاحظه فضل و معرفت آنها به یک لحظه در خود گوته ور بسازد. یک نوع احساس آمیخته از ترس و تنفر از قوای کور طبیعت به او دست داد. به علاوه زیر این توده آب حیوانات و ماهی های خطرناک وجود داشت که به خون او تشنه بودند. آیا در خورم شهر نشنیده بود که تا کنون چندین بار زنها و بچه هایی که به هوای رختشویی کنار رودخانه رفته بودند آنها را کوس ماهی در آب کشیده و نصف کرده؟ زیر پایش لرزه خفیف کشتی را حس کرد. صدای آواز فلزی موتور می آمد. تا چشم کار می کرد آب بود که عقب می زد و به کشتی حمله می کرد. کشتی آب را می شکافت و مثل خونابه ای که از جراحات جاری شود تکه های کف دنبالش کشیده میشد. دو پرنده کوچک که معلوم نبود آشیانه آنها کجاست پشت سر کشتی پرواز می همه اینها به نظرش عجیب و غریب و باور نکردنی آمد. آن وقت مردمان دیگری که در طبقه زیرین کشتی مسکن داشتند آیا آنها دیگر چه نوع آدمی زادی بودند؟ ولی هیچ کدام از مسافرین استرابی از خود ظاهر نمی ساخت. اما این دلیل کافی نبود که باعث آرامش فکر سید نصرالله باشد زیرا فرق وجود او که افتخار نژاد بشر به شمار می رفت با دیگران از زمین تا آسمان بود. سید نصرالله معتقد بود که بی جهت اهالی کاشان مشهور به ترسو هستند مگر هرودوتوس ننوشته که ایرانیان قدیم از آب و دریا حراس می کردند. به اضافه حافظ مگر شیرازی نبود او هم از دریا ترسیده؟ یادش افتاد که در کتابی خوانده بود که اکبر شاه هندی حافظ را به هندوستان دعوت کرد ولی حافظ از منظره کشتی و دریا ترسیده و از مسافرت صرف نظر کرد چنان که به همین مناسبت میگوید شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها زن هندی که در بینی و گوشش حلقه های طلا بود دوباره آمد و ساکت و آرام از پهلویش رد شد بی آنکه به او اعتنایی بکند همه مسافران کشتی به نظر سید نصرالله وحشتناک ناخوش و موزی آمدند انگار دست به یکی کرده بودند تا او را غافلگیر کرده با شکنجه استادانهی بکشندش سرش گیج رفت فکرش خسته بود به اتاق خودش پناه برد لباسش را کند و روی تختش افتاد هزار جور اندیشه های ترسناک در مغزش می گردیدند. لرزش یک نواخت کشتی را بهتر حس می کرد و مثل اینکه احساسات او دقیق تر و تیز تر از معمول شده بود این لرزش با صدای قلب او هماهنگ شده بود کم کم پلک های چشمش سنگین شد و به خواب رفت. دید دسته ای از عرب روی عرشه کشتی با کمربند نجات ایستاده و سینه بند می زدند و می گفتند وال دسته دیگر که سینه بند نجات داشتند از توی دریا با آنها جواب می دادند والرو. خود او هم روی عبای بوشهری که همیشه در خانه می پوشید سینه بند نجات بست و بچه هایش را قلم دوش کشیده بود. همی که خواست در دریا به جهت زنش دامن عبای او را کشید. از شدت وحشت از خواب پرید. عرق سرد به تمام تنش نشسته بود. سرش تیر می کشید. دهنش تلخ مزه بود. وقتی که چشمش به اتاق کشتی افتاد، صدای فلزی موتور را شنید و لغزش کشتی را حس کرد. دوباره چشمش را بست مثل اینکه میخواست از این جهنم فرار کند بی اختیار تمام فکر او متوجه خانهاش شد یاد کرسی اتاقشان افتاد که رویش قلاب دوزی سرخ افتاده بود زیرگوشی و دوشکهای گرم و نرم اطراف آن را مثل نعمت گرانبهایی که از آن محروم مانده بود آرزو کرد بچش که تازه زبان باز کرده بود لغات را با مخرج صحیح ادا می کرد روغوسی اناری که زنش در بشقاب دانه می کرد، پشت میز اداره و همه این کیف ها مانند دنیای افسون آمیزی از او دور شده بودند. با خود شرط کرد که در موقع مراجعت از راه خشکی به وسیله راه آهن برگردد که مطمئنتر بود، از ته دل به حکیم باشی پور نفرین فرستاد که او را به این بلا دچار کرده بود در حالی که خودش با گردن سرخ و تبسم ساختگی پشت میز وزارتش نشسته و همه حواسش توی لنگ دخترها و پسرها بود و برای مقامات عالیه به این وسیله کارگوشایی می کرد. به یک دسته دزد و دقل مبلغین خودش کارهای پرمنفعت می داد و عناوین برایشان میتراشید عضو فرهنگستان درست میکرد تا لغتهای مذحک بیمعنی بسازند و به زور به مردم حقنه کنند در صورتی که همه جای دنیا لغت را بعد از استعمال مردم و نویسندگان داخل زبان می و او که در علم فقه اللغه بی نظیر است هممال این لغتهای بچگانه بی و بی سلیقه شده شاید عمدن او را سنگ قلاب سنگ کرده بودند چون از او کارچاق کنی بر نمی آمد و با دادن تصدیق به جوانانی که فقط دیپلم از ستاره ونوس داشتند مخالفت کرده او تا کنون لای سبیل می گذاشت زیرا زندگی آرام و بی دق دق داشت و شخصا از آب گلالود ماهی می گرفت اما حالا جانش را برای هیچ و پوچ به مخاطره انداخته بودند بلند شد نشست مثل اینکه در افکارش تغییری حاصل شد به خاطر آورد که دکمه زیر شلوارش افتاده برای سرگرمی مشغول دوختن آن شد فکر کرد که اگر زنش آنجا بود این کار زنانه را که هرگز شایسته فضل دانشمندی مانند او نبوده است متحمل نمیشد. در این وقت کشتی سود کشید و ایستاد میان مسافران هم همه افتاد سید نصرالله دلش توریخت و گمان کرد اتفاق ناگواری رخ داده است ولی به زودی ملتفت شد که به بوشهر رسیدند دست پاچه لباسش را پوشید و به ایوان کشتی رفت ظاهرا بندر پیدا نبود فقط از دور چراغ ضعیفی می درخشید یکی دو قایق موتوری دیده میشد. چند کشتی بادی مشغول باربندی شده بودند از حیاهوی هممال ها خوابی که دیده بود را به یاد آورد. به نظرش آمد که کابوس وحشتناکی را در بیداری می بیند. ساحل دریا آنقدر دور و تاریک بود که فکر مراجعت به خشکی به نظرش خیال خام و بیاساسی آمد. ساعتش را نگاه کرد. موقع شام بود. به اتاق رستوران رفت تا شاید اطلاع مفیدی کسب کند اما همه کسانی که سر میز بودند حتی مرد انگلیسیدان و پیشخدمت ها به نظر او ساکت و اخمالود آمدند مثل اینکه میخواستند خبر شومی را از او بپوشانند به دلش بد آمد شام به دهنش مزه نکرد اصلا حس کرد اشتها ندارد فقط سوپ را با یک موز خورد برای اینکه سر دلش سبک باشد مرد انگلیسی دان با اشاره از او خداحافظی کرد و رفت مثل اینکه عجله داشت سید نصرالله معیوس و متفکر به اتاقش پناه برد برای اینکه هم همه خارج را خفه کند در را بست و پرده را جلو کشید اگرچه هوا دم کرده و گرم بود اما صلاح ندانست پیچ باد بزن برقی را باز کند قلم و کاغذ را برداشت تا یاد داشتهایی راجع به نطق فلسفی خود بردارد. ولی حواسش جمع نبود. روی کاغذ مطالب مبهمی نوشته بود که نپسندید. در میان خطوط دقت کرد. دید نوشته میهن یعنی من. مقصود فقط تبلیغ آن قاعد عظیم و شعن است که شاخ حجامت را گذاشت و خون ملت را کشید. مقصود از تعلیم اجباری با سواد کردن مردم نیست فقط برای این است که همه مردم بتوانند تعریف او را و در نتیجه حکیم باشی پور را در روزنامه ها بخوانند به زبان روزنامه ها فکر کنند و حرف بزنند زبانهای بومی که اصیل ترین نمونه فارسی است فراموش بشود کاری که نه عرب توانست بکند و نه مغول و های ساختگی که نه زبان خشایار شا است و نه زبان مشتی حسن با آنها تحمیل بشود من دراری همش من دراری است منافع مقدس خودش را منافع مقدس میهن جلوه می دهد. مگر او از کجا آمده و چه صلاحیتی دارد که منافع وطن را بهتر از من میتواند تشخیص دهد. دوباره خواند. از خودش پرسید آیا دیوانه نشده بود؟ زهر خندی زد او تا کنون به چنین جملاتی نه فکر کرده بود و نه به زبان آورده بود آیا یک قوه خارجی محرک او بوده یا مسافرت در روحیش تغییر داده بود شاید در اثر بدخوابی بوده بالاخره کاغذ را پاره کرد در این وقت صدای یک نواخت جرسقیل خفه شده بود کشتی حرکت می کرد سید نصرالله بلند شد لباس پوشید و روی کشتی رفت. از مشاهده مسافرین دلش آرام گرفت چون تصور میکرد او را تنها در کشتی گذاشتند. توده های عبر سیاه به شکل تهدیدآمیزی روی آسمان جابجا جا می شد. چراغ بندر از دور سوسو می زد. آب دریا به رنگ غیر درآمده بود. طرف دیگر که آسمان صاف بود، سید نصرالله دو بک و دو بسقر را تشخیص داد. ماه کنار آسمان به نظر می آمد که پایین آمده و زیر آن یک رودخانه نقرهی روی آب سیاه می درخشید و به سوی کشتی می آمد. هوا خفه بود. سید نصرالله قلبش فشرد. استرابش فروکش کرد. یک شور احساس آسایش بیدلیل در او پیدا شد مثل اینکه برای اولین بار با عنصر طبیعت آشتی کرده است سرتاسر سر زندگیش به نظر او یک خواب دور موهوم و شکننده آمد احساسات زمان طفولیت در او بیدار شده و با احساس تنهایی و دوری توعم شده بود در نتیجه یک نوع ترحم دردناکی برای خودش حس می کرد. با گامهای سنگین دوباره به اتاق خودش برگشت قلم و کاغذ را برداشت کمی فکر کرد و نوشت کشور هندوستان پیوسته مهد ادبیات پارسی بوده است در این زمان که در سایه توجهات پدر تاجدار ترقیات روز افزون معارفی دیگر چیزی به فکرش نرسید بعد سعی کرد توصیف ماه را روی دریا به لباس ادبی در بیاورد دوباره قلم برداشت و نوشت آب غیرفام با قررش تندراسا کشتی را به مبارزه می طلبد. ماه از کرانه آسمان مانند شاهد بیطرف جوشن سیمین خود را روی انواج افکنده تبسم می کند. این هم پسندش نشد. مثل اینکه قوه مجهولی تمام معلومات معنوی و فلسفی او را بیرون کشیده بود. بعد خواست کاغذی بزنش بنویسد احساس سردرد کرد. ناگهان نگاهش به سقف افتاد و سینه بند نجات را دید. بلند شد در را بست. شیشه و جدار چوبی و پرده و پنجره را جلو کشید. همین که مطمئن شد کاملا محفوظ است، یکی از سینه بندها را با احتیاط از مخزنش درآورد. وزن کرد. مثل چهار قطع چوب سبک به شکل مکعب مستطیل بود که در پارچه خاکستری زمختی شبیه گونی دوخته شده بود. با دقت سر خود را از میان چهار قطع چوب پنبه که به وسیله پارچه به هم متصل بود بیرون آورد. دو قطع از چوب ها روی سینه و دو قطعه دیگر مانند کول پشتی روی کتف او قرار گرفت. رفت جلوی عکسی که روی دستور العمل ضروری بود ایستاد. مطابق دستور بند آن را محکم کشید. سینه بند چسب تن او شد. بعد رفت جلوی آینه قیافه خودش را برانداز کرد. از پریدگی رنگ خود ترسید. شکل جانی هایی شده بود که در انتظار مرگ چندین ماه در زندان گرسنگی و بیخوابی کشیده باشند. خوابی که دیده بود به یاد آورد و پیش خود تصور کرد زمانی که در دریا بیفتد چه وضع وحشتناکی خواهد داشت لرزه بر اندامش افتاد زانوهایش سست شد دندانهایش به هم میخورد به طوری که صدایش را میشنید نبز خودش را گرفت بی اراده چندین بار زیر لب گفت والرو، والرو. صدایش خراشیده بود سرش به شدت درد میکرد در قلب خود با زن و بچهش وداع کرد اشک در چشمش حلقه زد و برگشت تا صورت خود را اقلا نبیند خواست سینه بند را باز کند ولی یادش آمد که در موقع خطر بستن آن کار آسانی نیست و از لحاظ معالندیشی ترجیح داد با سینه بند بخوابد. عرق سردی از سر تا پایش جاری بود و حس کرد که جدا ناخوش است. دو قرص آسپرین خورد و در حالی که آیت الکرسی میخواند رفت روی تخت خواب به پهلو خوابید ناراحت بود و ضربان قلبش را که تند شده بود میشمرد هنوز چشمش به هم نرفته بود که دید کشتی آتش گرفته او بالای عرشه روی میز ایستاده بود ولی لباس زنانه به شکل ساری زن هندی که حلقه طلا در گوش و بینی خود کرده بود در برداشت نطق مهیجی راجع به استعمال کمربند نجات ایراد می کرد. در میان سوت کشتی و ناغوس هایی که می زدند، مجبور بود صدایش را دائما بلندتر کند و فاصله به فاصله دست در کیف خود می کرد و عکس هایی در می آورد و روی سر مردم نسار می نمود. مسافرین از روی ناامیدی خودشان را در دریا می انداختند. ولی ماهی های بزرگی با چشم های خشمگین درخشان آنها را از میان دو پاره می کردند و روی آب پر از نعش های تکه تکه شده بود. یک مرتبه ملتفت شد و دید بچه هایش در قایق سیاهی نشسته بودند که رویش به خط سفید نوشته آکسفورد و مرد ایرانی انگلیسی دان را شناخت که پارو میزد و آنها را به طرف مقصد نامعلومی می برد. همین که شعله آتش به او نزدیک شد خودش را در آب انداخت در همین وقت یک ماهی ترسناک بزرگ با چشمهای آتشین به او حمله ور شد سینهش را در میان چهار دندان کند خود مثل چهار قطعه آجر گرفت و به سختی فشار داد به طوری که بیهوش شد صبح پیش خدمت هندو نعش سید نصرالله را در حالی که سینه بند نجات خفت گردن او شده بود در اتاقش پیدا کرد. دو ماه بعد در کوچه حمام وزیر جمعیت انبوهی دور مجسمه سید نصرالله ایستاده بود که با یک دست کیفی را به شکمش چسبانیده و با دست دیگر اشارهی به سوی هندوستان کرده و زیر پایش خفاشی به علامت افریت جهل در حال نزع بود. آقای حکیم باشی پور با قیافه متأثر و متعلم کنار مجسمه روی منبری ایستاده نطق مفصلی در مناقب آن مرحوم ایراد می کرد. در ضمن نطق مکرر اشاره به آن فاجعه ناگوار فراموش نشدنی و فقدان آن هشتمین سبعه دنیا فیلسوف در و دریای علم نمودند و سپس نونهالان و نوباوگان میهن را مخاطب قرار داده و نتیجه گرفت شما باید پیوسته کردار، گفتار و پندار این نابغه میهن پرست را که در راه میهن فداکاری و شهامت بینظیری از خود بروز داد و عاقبت شربت شهادت را چشید، سرمشق خیش قرار دهید و فریزه هر فرد میهن پرستی است که مجسمه یا لاقل شمایل این عدیب و فاضل ارجمند را زیب دیوار خیش ساخته و به وجود چنین عناصر میهن پرستی تفاخر بکند و نیز همواره سعی و کوشش بلیغ بنمایند که در راه میهن و خدمات معارفی و در اینجا بغز بیخ گلویش را گرفت بعد از سه دقیقه مکس گفت مخصوصا من در فرهنگستان پیشنهاد خواهم کرد که کوچه حمام وزیر را خیابان میهن پرست بنامند و از علاقه که به پارسی سره و سرزمین آبا و اجدادی خودم دارم آن مرحوم را که سید نصر الله بود پیروز یزدان نامیده و لقب میهن پرست به وی میدهم اشتباه نکنید آن فقید مرحوم نمرده است بلکه به وسیله جانفشانی و فداکاری که در راه میهن نمود مقام ارجمندی در قلب همه افراد میهن احراز کرد چنان که شیخ گفته بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی در سینه های مردم عارف مزار ماست در خاتمه من از ارباب جود و سخا تقاضا می کنم اعانه فراهم بیاورند تا کشتی مسافرتی والرو که قتلگاه آن مرحوم جنت مکان خلداشیان است از کمپانی خریداری و در موزه معارف حفظ شود بعد دست کرد در کیفی که همراه داشت و مقداری از آخرین عکس های سید نصرالله که موقع حرکتش گرفته شده بود درآورد و روی سر مستمعین نصار کرد هزار عکس ها را از یکدیگر قاپیده و روی قلب خودشان گذاشتند سپس نونهالان و نوبابگان با چشم گریان و دل بریان پراکنده شدند پایان